سلام دوستان، در این فیلم آموزشی میخوایم با نرم افزار ویزیو به صورت مقدماتی آشنا بشیم و بتونیم از اون برای کشیدن شکل ها و نمودارهای خودمون استفاده کنیم. اگر نرم افزار ویزیو 2013 رو بر روی کامپیوتر خودتون نصب کرده باشین و اونو اجرا کرده باشین، صفحه اولی که میبینین به این شکل هستش. در این صفحه تمپلیت های مختلف ویزیو قرار داده شده که ما میتونیم از اون تمپلیت ها برای ترسیم نمودارهای مختلف استفاده کنیم. مثلا میتونیم نمودارهای اورگانایزیشن چارت رو یا چارت های سازمانی رو در حقیقت داشته باشیم. میتونیم یک نتورک دیاگرام رو داشته باشیم که برای ترسیم شبکه ها، یا قسمتی که مثلا تو آفیس خودمون میخوایم ببینیم جای هر کدوم از در حقیقت وسایل کجا باشه رو داشته باشیم و موارد مختلف. خب ما برای شروع یک شکل ساده رو در نظر گرفتیم که مدل طبقه بندی فرآیندهای اپیکیوسی هستش، که این 12 طبقه که طبقات در حقیقت فرآیندی به صورت کلان هست رو اینجا داریم و میخوایم اون رو بکشیم و بتونیم از طریق این نرم افزار یه چنین شکل رو ایجاد بکنیم. خب برای این کار ما میتونیم از بلانک دراینگ یا بیسیک دیاگرام استفاده کنیم، یه شکل ساده رو. مزیت این دوتا نسبت به هم این هستش که من اگر بلانک دراینگ رو انتخاب بکنم و واحد متریک که تو کشور ما مرسوم تر هست نسبت به یو اس رو انتخاب بکنم، هیچ شکلی رو اینجا ندارم و یک ویزیو ساده رو در اختیار من قرار میده. اما در صورتی که من از تمپلیت بیسیک دیاگرام استفاده کنم و کریت رو بزنم، میتونم مشاهده کنم که در این قسمت شکل‌های مورد نیاز من برای ترسیم یک نمودار ساده یا شکل ساده در اختیارم قرار داده شده. همچنین موارد مختلف دیگه‌ای هم هستش. به طور مثال اگر من یک اورگانایزیشن چارت رو انتخاب بکنم و از این تمپلیت استفاده کنم، میتونم ببینم که یک تب جدید اینجا قرار داده شده واسه من که تب اورگانایزیشن چارت هست و یه ویزارتی میادش که من میتونم از اون استفاده کنم که بعداً تشریح داده بشه. پس بهتره واسه ترسیم شکل‌های خودمون از تمپلیت هایی که در حقیقت ویزیو واسه ما قرار داده استفاده کنیم. خب واسه این شکل ساده من میتونم از همون بیسیک دیاگرام استفاده کنم که تمپلیت های مختلف من هست. هرچند که من تو بلانک هم میتونم از اینها این شکل ها رو داشته باشم. اگر تو بلانک بیام مور شیپ رو بزنم، میتونم شیپ های مختلف رو از اینجا انتخاب بکنم. مثلا تو تب جنرال بیسیک شیپ رو داشته باشم. همونطور که مشاهده میکنین تفاوت دیگه ای که اینجا وجود داره این هستش که اینجا شکل ها به صورت سفید هستن. به این شکل ها که در اینجا قرار داده مستر میگن و شیپ نیستن. وقتی که من از این مستر ها که واسه ایجاد شکل ها هست استفاده کنم و اون رو در صفحه خودم قرار بدم، یک شیپ ایجاد میشه. به هر کدوم از اینایی که در این صفحه قرار داده شده یک شیپ میگن یا یک شکل. خب اینا به صورت سفید هستن و هیچ در حقیقت رنگی ندارن. اما وقتی که توی بیسیک دیاگرام برم، میتونم ببینم که مایکروسافت به صورت پیش فرض به اینها رنگ داده، که این در حقیقت از تم که در اینجا تو دیزاین میتونم مشاهده کنم استفاده میکنم. اما واسه ترسیم این نمودارم من رنگ خاصی رو نمیخوام، تم خاصی رو نمیخوام، میخوام دقیقا شکل به همین رنگ باشه یا فرمتش باشه. بخاطر همین من اگر تو تب دیزاین تو قسمت تم ها نو تم رو انتخاب بکنم، اینا دو به رنگ سفید در میان و در حقیقت هیچ تمی بر اونا رعایت نشده. خب واسه کشیدن نمودار خودم میتونم از اینجا شروع کنم. من حدود 5 مربع لازم دارم که یک اندازه باشن و میخوام این مربع ها رو ایجاد کنم. تو ویزیو من اگه اسکوار که همون مربع هستش رو انتخاب کنم، میتونم یه مربع اینجا داشته باشم. همچنین یه راه دیگه اگه من از بیسیک شیپ استفاده نکنم این هستش که تو قسمت تو من میتونم مستطیل، بیزی یا چیزهای مختلفی رو داشته باشم. خب من میتونم همینطور این شکل رو از اینجا بگیرم، چینج تایپ کنم. این هم تو همه قسمت های ویزیو وجود داره. مثلا من به اشتباه مستطیل رو بردم، یه وسطش میخوام مربع کنم، میام اینجا مربع رو انتخاب میکنم. خب همونطور که مشاهده میکنید این مربع رو من اینجا گذاشتم. یه مورد دیگه ای هم که هستش، مثلا من میخوام یه بیزی اینجا دارم میکشم، همونطور که میبینین من میتونم اینجا یه بیزی ایجاد کنم. من میخوام این بیزی من دایره باشه. اگر من تو هنگامی کشیدن شیفت رو نگه دارم و بکشم، فقط دایره واسه من میکشه. خب
این هم نکته هست که میتونیم از اون استفاده کنیم. حالا تو اینجا من مربع میخوام اندازه مربعمو تغییر بدم. یه روشش این هستش که من از این گوشه ها بگیرم، مربعمو بزرگ و کوچیک کنم و خب همونطور که اینجا میتونیم ببینین تو این قسمت اندازه مربع من عوض میشه. حتی اگر از این قسمت هم بگیرم، چون مربع رو انتخاب کردم، باز به یک اندازه تغییر میکنم. میبینین 30 و 30 میلیمتر هستش. یه روش دیگه اینطوری هست که من دستی در حقیقت اندازه رو وارد کنم. اگه من تو این قسمت از ریبون کلیک کنم، سایز و پوزیشن اون رو میتونم داشته باشم. خب مثلا بگم مکانش کجا باشه، تو این مکان باشه. میبینین در حقیقت جای اون تغییر میکنه که وسط مربع است. مثلا من میخوام توی 50 و 50 صفحه من باشه. حالا که اینجا من میخوام، حالا اینو به صورت دستی قرار میدم اینجا، اندازش هم به صورت دستی 25-25 میلیمتر میکنم که حالا چون مربع است خودش تغییر میکنه. این انجل یا درجه ای که وجود داره در حقیقت از اینجا به صورت دستی تغییر میکنه، یعنی زاویه شکل من چجوری باشه که به صورت 360 درجه من میتونم اونو تغییر بدم. همونطور که مشاهده میکنین زاویه هم اینجا تغییر میکنه. خب قسمت بعدی پین پوز هستش. این پین پوز در حقیقت مکانی از شکل ما رو نشون میده که مختصات اون شکل بر اساس اون سنجیده میشه. وقتی که سنتر باشه، یعنی مرکز این مربع، مکانی هستش که بر اساس اون مکان X من 35 میلیمتر و 160 میلیمتر محاسبه شده. اگه من اینو تغییر بدم و سنتر رایت کنم، میبینین که شکل من تغییر مکان میده و از در حقیقت Xش که 35 میلیمتر بودش، در قسمت راستش روی 35 میلیمتر قرار داده میشه. خب سنتر اصولا بهتره. ما میتونیم این دیتا شیپمون رو، در حقیقت سایز اند پوزیشنمون رو، از قسمت ویو توی قسمت تکس اند پنت سایز اند پوزیشنمون رو بیاریم، یعنی که ببریم. از هر دو طریق میشه این کار انجام داد. خب مرحله بعدی این هست که من مربع خودم رو دورش رو قهوه‌ای روشن بکنم. یه مقدار لاینش باید بزرگتر بشه اطرافش و سایه داشته باشه. خب برای این کار من شکلمو انتخاب میکنم، در قسمت شیپ استایل میتونم رنگ پس زمینه یا رنگ فیلش رو تغییر بدم که همون قبلی سفید مناسبه. لاینش رو که در حقیقت اطراف خط اطرافش هست میتونم بزرگتر کنم از طریق عرضش، یعنی وزنش 2.14 مناسب. بعد رنگش رو قهوه‌ای روشن کنم که من از اینجا میتونم این رنگ رو انتخاب کنم، یا یعنی اینکه برم تو مور کالرز و قهوه‌ای روشن رو از اینجا به صورت دقیق‌تر انتخاب کنم که به نظر این رنگ یکم روشن، این رنگ مناسب باشه. خب وقتی که قهوه‌ای روشن رو انتخاب کردم، حالا باید به شادو بدم. تو قسمت افکت شادوها رو میتونم ببینم، پیدا کنم، البته رفلکشن، گلو، بلیوال، ویور و 3D روتیشن هم میتونم داشته باشم که هر کدوم میتونه شکلهای مختلفیه، یعنی در حقیقت شماهای مختلفی هم بده. رفلکشن در حقیقت تصویرشو در زیر میندازه به صورتهای مختلف. گلو در حقیقت اینو پر رنگ تر میکنه، پخش میکنه رنگشو. ویور هم میتونه برآمدگی های مختلفش بده و در حقیقت چرخش سبودی داشته باشم باسش. خب من تو شادو این به نظر مناسب میاد که انتخاب کنم. حالت بعدی که میخوام انجام بدم، اگر ما روی شکلمون زوم کنیم که از اینجا میتونیم این کار رو انجام بدیم، زوم کنیم و شکلمون رو ببینیم. البته زوم رو از طریق دیگه هم میتونیم انجام بدیم. اگر من تو این ریبون کلیک راست کنم، میتونم موارد مختلفی که روی این ریبون قرار داره رو کنترل کنم. مثلا این زومم رو بردارم، دیگه نشون نمیده که چقدر زوم داشتم اینجا، این 111% نشون نمیده. یا یعنی که زوم سلایدرم و زوم سلایدرم رو بردارم که اینجا دیگه اون قابلیت رو نداشته باشم. یکی از موارد مفید که تو ویزیو، البته این پیش‌فرض نیستش، شما باید کلیک راست کنید و پنن زوم رو بیارین، این قسمت پنن زوم هستش که من میتونم به راحتی با موس به جای مختلف برم، هر شقه که خواستم زوم کنم، یعنی که بیام اینجا زوم کنم و اینجا رو ببینم. خب اگه روی شکلمون زوم کنیم،
میتونیم ببینیم که گوشه های مربع من به صورت شکسته است، اما توی شکل همونطور که مشاهده میکنین گوشه های شکل انحنا داره. خب واسه اینکه من این انحنا رو ایجاد بکنم توی ویزیو، اگر روی شکلم کلیک کنم تو قسمت شیپ اند استایل این مربع کوچیکه رو بزنم که مورش هستش، قسمت فرمت شیپ وجود داره که اینا در حالت پیش‌فرض بستن. من میتونم توی قسمت فیل کارهای مختلفی که در حقیقت کنترل داره روی رنگ فیلد رو انجام بدم، که نو فیلد سفیده و در حقیقت پشتش کامل معلوم میشه. اگه نو فیلد رو انتخاب کنید و یه شکل دیگه اینجا بندازین، خب این شکل اومده بر روی این یکی قرار گرفته و اینم نو فیل کنین، میتونین پشت این شکل رو ببینیم که خب حالا من اینو دلیت میکنم. خب میتونم نو فیل بذارم، سالید فیلد بذارم، یه چیز در واقع سالید هست که میتونم الان رنگ سفید قرار داده مثلا مشکیش کنم، ترانسپرنسی که باعث میشه من چقدر پشتمو ببینم حالت شیشه‌ای بهش بدم، خب همون سفید مناسبه. حالا تو قسمت لاین یعنی خط اطراف مربعمو تغییر بدم که رنگشو قبلا انتخاب کردم، ترانسپرنسی نداشته باشه، مقدار عرضش هم مناسبه و خب کامپوننت مثلا میتونم دو خطیش کنم که لازم نیست اینجا. خب بعد میتونم خطچین و موارد مختلف رو واسش انتخاب کنم. کپ تایپ داره اینجا که روند هستش، کپ تا با حالا من تایپ رو بعدم واسهتون تشریح میکنم. بعد واسه بیشتر کمان ها مناسب هست که خودش حالا اینجا رونده. بندی روند پرست است. بعد اینجا به صورت اگه توجه کنین نو روندینگ یعنی شکسته است. من میتونم اینجا روند کوچیک رو انتخاب کنم و میبینین این حالت انحنا اینجا برقرار شده. میتونم موارد مختلف دیگر هم بذارم که این خیلی دیگه داره در حقیقت انحنا میده بهش، یا اینا بگیرم که انحناش بیشتره، این مناسب. خب اینجا میتونم سایز روندینگ هم در حقیقت کنترل کنم که الان 2 میلیمتر است، میتونم اینجا 5 میلیمترش کنم. خب اگه اینجا توجه کنین بیشتر شدش، خب همون 2 میلیمتر کافی. خب مورد بعدی که توی شکلمون میبینیم خب اینه که من به این تعداد یه چنین مربعی لازم دارم. خب بعد ایجاد بکنم، یه روش اینه که دونه دونه از اینجا مربع رو بکشم، سایزشون رو تغییر بدم به این صورت، اینجا فیل فرمتین کنم، ولی اندازه مربع من تغییر میکنه. از فرمت پینتر باسه در حقیقت کپی کردن فرمت یک شکل روی یک شکل دیگه میشه استفاده کرد، که اینجا زیاد مناسب نیست از این استفاده کنیم. خب برای این کار اول قبل اینکه من از این شکل کپی پیست میتونم بکنم، قبل اینکه کپی پیست رو بکنم بهتری که یادمون باشه من میخوام اینجا اینا رو فارسی بنویسم. خب قبل اینکه در حقیقت کپی پیست کنم، این در حقیقت پاراگراف همون که راست به چپ میکنم رو انتخاب کنم که همشون راست به چپ باشه، بعد کپی پیست میتونم بکنم و اینجا قرار بدم. من میخوام همتراز با این قرار پیدا کنه. خب ویزیو میاد به من اینجا نشون میده به از طریق این موارد سبز رنگ که اینا توی یک سطح هستن، هم بالاشون هم مرکزشون هم پایینشون. خب من اینو اینجا قرار میدم. یه روش دیگه‌ای که میتونم این کپی پیست رو انجام بدم، قبل اینکه خب کپی پیست کنم میخوام کل پنجرم رو ببینم، از طریق این در حقیقت امکان ویزیو فید پیج تو کورنت ویندو میتونم دوباره بزرگ کنم و کل صفحه‌مو ببینم. خب من 5 شکل لازم دارم، این شکلمو سلکت میکنم، کنترل رو نگه دارم، شکلمو بکشم و اینجا دارید میبینین که از طریق در حقیقت هدایتگرهای ویزیو دو تا فلش سبز رنگ اینجا ایجاد شده که میگه فاصله این شکلم که دارم اینجا قرار میدم با فاصله اون کناریش برابر شده. اگه من اینو تغییر بدم این از بین میره، اگه نزدیکترش کنم این فاصله رو دوباره مچ میکنم. خب اگه من موس رو ول کنم در حقیقت شکل جدید من ایجاد میشه. من 5 تا شکل لازم دارم، دوباره یه شکل دیگه میگیرم، فاصله‌اش رو تنظیم میکنم، موس رو ول میکنم، دوباره شکل میگیرم، فاصله رو تنظیم میکنم و موس رو ول میکنم. خب الان تمام شکل 5 تا شکل من اینجا قرار داده شده، من میخوام اینا وسط قرار داده بشه. خب اینا رو میارم با صورت دستی همه رو سلکت میکنم و سعی میکنم وسط پنجرم بالا قرار داده بشه. خب یه روش دیگه ای که من میتونم اینا رو الاین کنم، بر فرض مثلا من همینطور اینو انداختم اینجا،
من اینا رو اینطوری انداختم به صورت نامنظم و میخوام اینا رو در حقیقت تو یک سطح قرار بدم. اولین کاری که میتونم بکنم، میتونم بیام تو قسمت الاین و اینجا اتو الاین رو اگه بذارم خود تغییر نمیکنه، نمیدونه بر اساس چه فرمتی باید الاین کنه. میتونم به صورت دسترسی الاین لفت رو انتخاب کنم که همه رو از سمت چپ به هم در حقیقت تراز میکنه، الاین سنتر بکنم. الاین سنتر که بکنم بازم همه رو تو وسط یک شکل یا وسط هم دیگه در حقیقت قرار میده. الان رایت کنم که اینا رو در حقیقت از راست هم دیگه الاین میکنه. الاین تاپ کنم که اینا رو از بالا با هم تراز میکنه، یا میده که از وسط همه رو تراز میکنه، یا باتم که از پایین. خب من یک کدوم از اینا رو انتخاب میکنم، اینا الاین میشن. چه کنین حد فاصله این شکل های من به هم خورده، من میخوام این حد فاصله دوباره درست کنم. همشون رو سلکت میکنم تو قسمت پوزیشن. اوتو اسپیسینگ تغییر ایجاد نمیکنه، اوتو الاین اند اسپیس هم تغییر ایجاد نمیکنه. میتونم اینجا دیستریبیوت هوریزونتالی، اگه به صورت افقی در واقع من اینا رو دیستریبیوت کنم، فاصله بینشون تنظیم میشه به صورت خودکار. خب من اینا رو دوباره سلکت میکنم، میبرم بالای صفم و سعی میکنم توی وسط قرار بدم، وسط پیجه. مرحله بعدی مرحله هستش که ما باید اینا رو به هم کانکت کنیم. یه روش کانکت کردن توی اینجا اینطوریه که من کانکتور رو اینجا توی تولز انتخاب میکنم، میام اینجا، اگر توجه کنیم وقتی که نزدیک میکنم به من نشون میده کجاها میتونم کانکتورم رو وصل کنم به این شکل. من میخوام این شکلم به این شکل وصل بشه، همینطور این به این، این به این و این. خب بعد دوباره پوینتر تول رو انتخاب میکنم. اگر توجه کرده باشین لاین من فقط نشون میده که رابطه بین اینا وجود داره ولی نگفته از کدوم به کدوم، که تو این شکل به من گفته از 1 به 2 به 3 به 4 و به 5. خب من میخوام این رابطه رو ایجاد کنم. من شکلمو سلکت میکنم توی قسمت در حقیقت فرمت شیپ، البته تو لاینم میتونم اینجا اروها رو بهشون اضافه کنم که اینجا میبینین اروهای مختلف به چه شکل هستش. خب من البته مور ارو رو میخوام که اگه مور ارو رو بزنم باز دوباره تو همین فرمت شیپ میره. تو قسمت لاین بگین ارو تایپ که از در حقیقت راست به چپ تغییر میده لاین ها رو، که من اینو نمیخوام، من میخوام در حقیقت از چپ به راست باشه. پس اینو نان میکنم. تو قسمت اند ارو تایپ میام و میگردم ببینم شکل مناسبی واسه من داره، میبینم بله این شکل مناسبه، پس اینو انتخاب میکنم. خب بعدی اینه که من اگر توجه کرده باشیم تو این شکل فقط پیکان ها رو دارم، که اینجا به خاطر من لاین های ارومو نمیخوام. اگر من اینا رو دونه دونه سلکت کنم، در حقیقت اگر کلید کیبورد کنترل رو نگه دارم و تک تک اینا رو سلکت کنم، این کمان، این کمان، این کمان و این کمان. خب من وقتی که اینا رو سلکت میکنم اگه نو لاین رو انتخاب بکنم، میبینی که لاین های من از بین میره و من فقط پیکان ها رو دارم. حالا نوع دیگه پیکان من وسط قرار داده شده، اگه من اینا رو برگردونم به سالید لاین، خب البته وقتی که من همه رو سلکت کردم و فقط کمان ها رو سلکت نکردم، رنگ اونا رو هم به رنگ همین شکل خودم تغییر داد. حالا مورد بعدی اینه که اگر من اینجا زوم کنم، من نمیخوام این وسط باشه، من میخوام این بالا باشه. واسه این کار من باید جای پیکانم رو تغییر بدم بیارم بالا، ولی این در حقیقت شکل منو از بین میبره، من نمیتونم به اینجا بزنم همونطور که میبینیم. به خاطر این کار من کنترل زد اگه بزنم به حالت قبلی برمیگردم، میخوام این نقطه اتصال دهنده شکلمو بیارم اینجا. واسه اینکه این کارو کنم تو قسمت تول این نقطه ضرب دره رو که نوشته کانکشن پوینت میگیرم، میکشم این بالا. کانکشن پوینت این شکل من باید بگیرم، کنترل زد میکنم، این شکلم کانکشن پوینت رو میگیرم. مواظب باشین شکل رو سلکت نکنیم. خب الان قشنگ تر شد، این بالا هستش. اول از همه لاینم هم مشکی میکنم. خب واسه بقیه هم این کار رو میتونم انجام بدم. کانکشن پوینت اینو میگیرم میارم این بالا، کانکشن پوینت اینم میگیرم میارم این بالا اینجا.
حتما نمیخواد دقیق و صاف باشه، چون این لاین ها از بین میره و فقط شکلی که میمونه. خب دوباره واسه این کار تکرار میکنم که هر پنجشا این بالا قرار بگیره و آخری. خب حالا دوباره از زوم در میارم، میتونم واسه این که به جای اینکه این دکمه رو اینجا بزنم در واقع فیت کنم، میتونم کنترل شیفت دبلیو رو بزنم که خودش خودکار این کار میکنه. دوباره پوینترم رو سلکت میکنم، من لاینامو اول انتخاب میکنم که دیگه روی مربعم تاثیر نذاره، رنگ خطمو مشکی میکنم. خب میخوام حالا نو لاین رو انتخاب بکنم. همونطور که میبینین اینا این بالا قرار گرفتش. حالا رنگ شکل من آبیه، منم اینا رو دوباره انتخاب میکنم و آبی رو رنگ میدم، آبی پررنگ. باز دوباره لاین من اومد، نو لاین انتخاب میکنم. خب حالا این شکل ها به اندازه این کمان ها به هم چسبیدن، پس من از اینجا شروع میکنم اینو با در حقیقت کیبوردم که کمان های کیبورد هست که طرف چپ و راست هست، و اندازه ای که به هم بچسبن تکون میدم. باز دوباره اینا رو انتخاب میکنم، دوتا رو باز میبرم کنار هم، یه دونه اینطور و اینو و بعد همه گی با هم. الان اگه توجه کنین شبیه هم شدش. خب حالت بعدی اینی که من باید تکسامو این تو بنویسم دیگه. اولی که نوشته 1-0 develop vision and strategy، توسعه چشمانداز و استراتژی. اینام اینجا می‌نویسم 1، همینطوری که من 1 رو میزنم خودش میره تو اینکه تکسو اضافه کنه. 1.0 فارسی میکنم، توسعه چشم انداز و استراتژی. خب خارج میرم، وقتی که بیرون رو میذارم تکس رو قرار میده و منو از به حالت زوم قبلی میبره. وقتی که انتخاب میکنم دوباره اینو، میتونم اینجا به طور مثال بینازنین انتخاب کنم. اینطوری که میزنم بینازنین رو انتخاب کنم و قرار. خب بقیه متن‌ها رو ما میتونیم در آخر اضافه کنیم، به خاطر اینکه در آخر وقتی متن‌ها رو اضافه کردیم همه رو سلکت میکنیم، بعد اونجا همه رو با هم بینازنین میتونیم بکنیم به جای اینکه تک تک همه رو بگیریم و جدا جدا بینازنین کنیم. خب قسمت بعدی که بخوایم کار کنیم این مستطیل آبی رنگ هستش که بالاش یه انحنا ایجاد شده و نشون میده که این 5 مربع تو یه گروه هستن، گروه فرآیندهای عملیاتی. خب پس الان من میخوام گروه فرآیندهای عملیاتی رو اضافه کنم. میتونم از دو طریق این کار رو انجام بدم. اولین کارم اینه که یه دونه مستطیل میگیرم میذارم اینجا، بعد اینو اندازش رو درست میکنم. خب به طور پیش‌فرض ویزیو وقتی شکل رو اضافه میکنه هر شکلی رو روی اون یکی شکل میندازه، یعنی الان مستطیل روی مربع‌های منه و من میتونم به صورت دستی اینو بندازم عقب از طریق این آیکونایی که اینجا هستش. ارنج کنم سنت تو بک رو بزنم و مستطیل در عقب مربع ها ظاهر بشه. روش بعدی اینه که حالا من اینا رو برگردونم، فیل مستطیلمو خالی کنم، یعنی نو فیل قرار بدم واسش، یعنی که از اینجا فیلو بکنم نو فیل. اون وقت در حقیقت الان مستطیل جلوی مربعهای من هست، ولی به علت اینکه فیل نداره داره پشتش رو نشون میده که پشتش مربع هستن. حالا من هم نوفیل میکنم هم سنتو بک میکنم مستطیلم. خب حالا من میخوام اون انحنایی که در حقیقت وجود داره رو اضافه کنم. اگه تو قسمت تول تو این قسمت که حالا قبلا رکتنگل رو نشون میدادش پنسل انتخاب کنم، روی مستطیلم کلیک کنم، اگر زوم کنم روی اینجا باز شاید بهتر باشه و این مربع کوچیک اینجا رو به جای اینکه اگر به صورت سبز بشه و من پنسل رو بکشم خب یه خط ایجاد میکنه، اینو من نمیخوام. من روی مستطیل کلیک میکنم، وقتی که میاد اینجا به این شکل در میاد مستطیل رو میکشم و انحنای خودم رو ایجاد میکنم.
حالا انحنا که ایجاد شد، میام و متنی که باید داخلش قرار بگیره رو می نویسم که بودش فرایندهای عملیاتی. خب متنی که میخوام باید این بالا قرار بگیره که در حال حاضر وسط چینه. وقتی اینجا تو پاراگراف بالا رو بزنم، بینازنینشم بکنم، خب یکم هم بزرگ کنم، بالدش کنم، بزرگش کنم، میتونم این بالا فرایندهای عملیاتی رو داشته باشم. خب رنگ لاین من آبی بودش. اول از همه توی قسمت لاین رنگ آبی رو انتخاب میکنم، بعد یکم لاینم رو عریض‌تر میکنم، بعد متنش هم همینطور میام آبی رو انتخاب میکنم. خب الان مستطیل من کامله و شبیه همین شکلی است که اینجا داشتیم. فقط یه نکته ای که هست، الان من مستطیلم که تکون بدم، مربع ها در حقیقت تکون نمیخورن و خب من میخوام که مربع ها در حقیقت چون یک گروه هستن با هم در نظر گرفته بشن و واسه این کار دو تا راه وجود داره. یکی اینکه همه رو سلکت کنم و گروپ کنمشون. وقتی یک گروپ میکنم این و مربع ها رو با هم یکی میکنه و در حقیقت یک شکل هستن. یعنی وقتی که سلکت هم میکنه یک شکل سلکت کنم. من میتونم به صورت جداگونه مربع ها رو هم سلکت کنم، ولی اولین سلکت من کل شکل هست. وقتی که دلیت کنم کلش هم دلیت میشه. خب واسه اینکه در حقیقت کار درستری رو انجام بدیم، آن گروپ میکنم. یه قابلیتی توی ویزیو وجود داره که کانتینر نام داره. کانتینر باعث میشه که در حقیقت من توی شکلام یه گروه داشته باشم، در حقیقت اونا رو کانتین کنم توی این کانتینر نگه دارنده. خب این شکل من که در حقیقت کانتینر من اینجا از فرمت‌های مختلفی میتونه داشته باشه که واسه کار ما مستطیل بهتره. اینو یکم حالا کوچیک بکنم، خواهم شبیه همین سعی کنم در بیارمش. یه مقدار سخت‌تر البته، به همون اندازش میکنم و توی هوم پنسل انتخاب میکنم. اگر توجه کنید اینجا سه تا نقطه هست که وجود داره. من باید با اینا اینقدر بازی کنم تا این یه مقدار سعی میکنم که اول اینطوری بیارم، بعد اینطوری میتونم بیارمش بالا، بعد کلشو بگیرم، بعد حالا انحنا رو ایجاد کنم. خب یه مقدار شکل شکستگی بیشتری داره که میتونیم اونا رو درست کنیم با حرکت بیشتر روی شکل اینطوری. خب شبیه تر شد. در عوض اون مزیت هم داره که بذاریم اینجا من یادم رفت که اینو راستچین کنم. خب این مزیت رو داره که در حقیقت اگر من اینو کنار ببرم، اینو برگردونم اینجا، یکم بالاتر بیارم، حالا هیدینگ رو وسط چین میکنم. چون این الان در حقیقت اصل شکل من مستطیل هست و به این اندازه هست، هیدینگ رو به همون در حقیقت اندازه بالا میبره. من میخوام این متنم که اینجا سلکت کردم مربع محاط متنم تغییر بکنه. اگه توی تولز این گزینه رو انتخاب کنم که نوشته تکست بلاک، اینطوری میتونم مربع محاط بر متنم رو انتخاب کنم. یعنی مربع کل شکلمه، این مربع محاط بر متنمه که میارمش بالاتر، میارمش توی اصلا دایره. خب حالا دوباره میام اندازه مستطیلم و درست میکنم. خب که الان بهتر شد، کم بیاد پایین تر. خب الان بهتر شد. حالا میام هیدینگ رو تغییر میدم، F2 رو میزنم، میسم فرایند های عملیاتی. بعد خب من میتونم لاین و اینا رو تغییر بدم، میتونم فرمت پینتر رو بگیرم همینجا بزنم به همون شیوه درست بشه. خب حالا مزیتی که در حقیقت کانتینر نسبت به این مستطیل داره
اینجاست که من میتونم این شکل رو سلکت کنم، اد کنم به کانتینرم، اد تو اندرلاین کانتینر. الان کانتینر من حالا تغییر اندازه داد به خاطر اینکه فیت بشه با این شکلا، در حقیقت این اشکال رو محاط خودش داره و اگر من اینا رو تغییر بدم اینا هم باش جاشون عوض میشه و در حقیقت گروپ اصلی رو داره ایجاد میکنه. و خب وقتی که من بخوام کل کانتینر رو سلکت میتونم بکنم و وقتی هم که بخوام میتونم هر شکلی رو جدا از اون سلکت کنم. خب تو قسمت بعدی ما باید طبقه خدمات پشتیبان و مدیریتی رو اضافه کنیم. این هم دقیقا مشابه بالا هست و هیچ کار خاصی نداره، فقط این مستطیل ها هستن که یه مقدار اندازه مستطیلشون متفاوته. من برای اینکه این مستطیل ها رو ایجاد کنم، دیدین که از اینجا تا اینجا هست، بعد این فاصله رو پیدا کنم، میتونم از مور شیپ تو قسمت بذاریم ببینم اینجا نداره، تو قسمت دایمنشن انجینیرینگ میتونم این اندازه رو در حقیقت به صورت‌های مختلف به دست بیارم. مثلا یکی از اندازه‌هایی که میشه به راحتی در آورد اینجاست. من میخوام از اینجا تا اینجا رو داشته باشم که به من نشون میده 152 میلیمتر هست. اگر زوم کنم میبینین 152 میلیمتر. پس من یه مستطیل لازم دارم، دوباره تو بیسیک شیپس میرم به اندازه 152 میلیمتر میام اینجا، ارتفاعش هم میخوام، ارتفاعش که همون 25 باشه، ارتفاع اگه 25 کنم، عرض رو بکنم 152، ارتفاع رو بکنم 25 کمتر باشه، حدودا 10 باید مناسب باشه، 10 میکنم. بعد میام اینجا، میخوام فرمتش به همین فرمت باشه، فرمت پینتر رو میگیرم و فرمتش رو درست میکنم. خب فقط چه تعداد از این را میخوام؟ میام به خب 5 تا که اینجا بود، 12 تا 6 تا از این میخوام. پس میام اینجا به اندازه 6 تا کپی پیست میکنم. واسه اینکه سریع تر کپی پیست بشه میتونم دوتا را انتخاب کنم، این 4 تا، اینم 6 تا. حالا باید الاینشون کنم. خب من میخوام هم فاصله هاشون یه اندازه باشه، هم از وسط الاین بشن، الاین سنتر میکنم. بعد فاصله هاشون هم میام اینجا، این مناسبه. خب فاصله هاشون هم اندازه کردم، اینو دیگه لازم ندارم، بخاطر این پاک میکنم. خب حالا واسه کانتینر اینم همون کار رو میکنیم، فقط همین کانتینر رو میگیریم، کپی میکنیم، پیست میکنیم. این دفعه این شکلی که باش پیست شدنم دیگه کاری ندارم، دلیت میکنم. خب خود کانتینر رو میندازم زیر این، میکشم، بزرگ شد، یکم کوچیک‌ترش میکنم. خب میارم کلش رو پایین، اول این شکل رو بهش اد میکنم که راحت‌تر بتونم مدیریتش کنم. میام توی اد اندرلاینینگ کانتینر، خب حالا میارمش پایین، این تکست باکسش باز پایین افتاد. میام از همون کاری که کردم تکست رو انتخاب میکنم، این تکست رو میارم بالا، فقط یه مقدار فکر کنم مناسبه، خود شکلای داخل کانتینر رو بیارم پایین تر. خب الان مناسب شد. تو قسمت بعدی اینم که خدمات پشتیبان، خدمات پشتیبان و مدیریتی هست. در آخرم باید این تکس ها رو اضافه کنیم. خب وقتی همه تکس ها رو اضافه کردیم میتونیم اینا رو سلکت کنیم همینگی با هم و بینازنین کنیم. خب اینطوری همه بینازنین میشه. میتونیم البته بولد هم بکنیم که قشنگ تر بشه. خب حالا اگه من زوم کنم میبینیم که شکل ما به دست اومد. این رایی داشتیم، آخری بود develop and manage business capabilities. توسعه و مدیریت
توانایی های کسب و کار. خب حالا شکل ما آماده هستش. امیدوارم که از این فیلم آموزشی استفاده کامل رو کرده باشین و بتونین با نرم افزار ویزیو به راحتی کار کنین. در قسمت های بعدی فیلم های آموزشی ویزیو موارد دیگر اون بحث خواهد شد که در خدمتتون خواهیم بود.